خب دوستان، میریم سراغ ادامه مسابقات و میریم سراغ مسابقه بعدی بر سر عنوان قهرمانی یونایتد استیتس بین کوین اوونز و The Limitless One کیت لی، قهرمان جوند. و بعد دید که کوین اوونز بعد شانس شخمی که دقیقه 90 به دست آورد در مقابل کیت لی امشب چیکار میکنه در Money in the Bank. Introducing the challenger from Marieville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens. And introducing the champion, weighing in at 320 pounds, he is the Limitless King. This is a highly coveted title up for grabs. و خب حالا میریم که شروع کنیم مسابقه رو بین The Limitless One کیت لی و The KO Show کوین اوونز. خب زنگ شروع مسابقه میجو میخوره و خب حالا اینجا با ضربات پانچ میفته روی کیت لی.
کوین اوونز، بله نه همین عدسلکاری قدرت نمایی ریزی کرد مقابل کیتلی و خب حالا اینجا بلندش کنه دو مرتبه. کیتلی رو یه ضربه کیک اینجا میزنه حالا به کوین اوونز. خب این هم حالا یه کلوزان سنگین بعد اتفاقی که هفته پیش برای آلیستر بلک افتاد تو شو ماندی نایت رو بنده خدا نمیدونم حالا آیا امشب تر مانین دبنگ حضور خواهد داشت یا نخواهد داشت. والا بد بلایی بود اگه سر منم میآوردن عمرن اگه پیدا میشد. خب حالا ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه اینجا حالا کوین اوونز با کیتلی و خب اینجا حالا یه جابجایی ریزی و مختصری بین اینا صورت میگیره. یه ضربه نی اینجا حالا است کوین اوونز و خب حالا با ضربه پانچ دوباره اینجا میفته روی کیتلی و بله همین جوری به ضربه پانچ انقدر ادامه میده تا بنده خدا سوراخ میشه. خب اینجا حالا یه کاور میکنه یک و نخی به یکم نرز اینجا حالا کیکات میکنه. چی گفتم بابا؟ خب حالا اینجا بالا میشه دو مرتبه کیتلی. ببینیم چیکار میکنه با کوین اوونز. خب اینجا حالا ضربه کیک از کوین اوونز، یه اسنبر ضربه بک کیک از کوین اوونز به کیتلی. خب حالا اینجا ببینیم چیکار میکنه. ضربه استامپ سنگین به سر کیتلی وارد میکنه کوین اوونز. خب اینجا حالا میگیره کیتلی رو جرمن سوپلکس سنگین از کوین اوونز بر روی د لیمیت لس وان کیتلی. ببینیم حالا در اولین مسابقه کیتلی که توی اون از به سال کارمندش بخواد دفاع بکنه چیکار میکنه در مان این دبنگ کیتلی. خب اینجا ببینیم چیکار میکنه. خب یه ضربه هدبات سنگین میزنه حالا اینجا به کوین اوونز کیتلی و خب بله جفتی حالا اینجا از رینگ میرن بیرون و ببینیم اینجا حالا چیکار میکنه کوین اوونز و خب بیشتر من باسه بیرون از این روی کف اسفالتی رینگ بگیم بهتره. بازم جا اینجا دیگه یه ذره زیادی طولانی میشه، لطف کن بزن بره جلو، ممنون میشم. خب ببینیم حالا اینجا چیکار میکنه کیتلی بالا میکنه اینجا کوین اوونز. خب ضربه کیکش اینجا حالا گارد میگیره کوین اوونز و خب بله ترتیب کیتلی رو تو یه ضربه شای میده اینجا حالا کوین اوونز و خب یه ضربه پانچ سنگی میزنه اینجا به کیتلی کوین اوونز و بله همینجوری فرو کردن های پشت سر هم از آقای کوین اوونز بر روی کیتلی. خب ببینیم حالا اینجا چیکار میکنه با کیتلی کوین اوونز و خب پکیج فالوی اسلم. بله بله با همین حرکات شخمیه که این بنده خدای تبود پاش میده دمیدو. خب ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه اینجا حالا کوین اوونز دی کی او شو و خب حالا اینجا میره روی تاپ روپ کوین اوونز. ببینیم چیکار میکنه و خب یه دایوینگ مونسالت میزنه بر روی کیتلی. بله حرکت شخمی و در این حال سنگینی هم بود و بعدی تا حالا استراتژیکیش برای بردن کیتلی توی این مسابقه چه خواهد بود و خب بله دو مرتبه حالا میره اینجا روی تاپ روپ کوین اوونز و حالا یه سوانتان بام هم اینجا میزنه بر روی کیتلی کوین اوونز و خب حالا اینجا میزنه تو قطع کاور یک دو نه خیر تصمیم نمی باشد. بله شانس بیاری یه اسپریت بام از این هجاقا نخوری وگرنه تا آخر عمرت ثوابی. خب ببینیم حالا چیکار میکنه در ادامه کار اینجا کیتلی و خب نه غلط خاصی که نتونست بکنه. ببینیم کوین اوونز چیکار میکنه راشو لگ سویپ بر روی دست کیتلی. بله خوار مادر دست بود که به فنا رفت دیگه متاسفانه توی این مسابقه و خب ببینیم اینجا چیکار میکنه هم دیگه و قدم جانا یه حرکت شخمی و خب ببینیم اینجا حالش چیکار میکنه کیتلی چوک اسلم از کیتلی بر روی کوین اوونز. ددم وای هی پاره شد اینجا بنده خدا کوین اوونز و خب ببینیم حالا در ادامه کار کوین اوونز و کیتلی با هم دیگه چه میکنن در این مسابقه. میشه گفت تا حدی داغ درمانی این دبنک و خب اینجا حالا دوباره هجاها رو برمیگردونه یه ضربه پانچ و ببینیم دوباره چیکار میکنه. برمیگردونه جا به جایی صورت نده خدا رو شکر و بله باز دوباره قصد نیات شوم دارن اینجا با هم دیگه کشتی رو. ببینیم چیکار میکنه حالا اینجا کیتلی دست به نازل میشه و خب هجاقامونه با یه جاش پرت میکنه رو زمین. حالا کیتلی کاور یک دو نه به دو هم نرسید کیکات میکنه حالا اینجا کوین اوونز و ببینیم که استراتژیک کیتلی در این مسابقه چه خواهد بود برای شکست دادن هجاقامون دیمین این مسابقه. خب اینجا ببینیم چیکار میکنه حالا کیتلی میگیره حالا کوین رو و خب بیلت رو سنگین از کیتلی بر روی کوین اوونز و بله خیلی چیز خورون داره بلند میشه حالا خورد خورد اینجا کوین اوونز که البته زیاد هم بشه اینجا اجازه خاصی نداد کیتلی و خب بله اینجا خواست دوباره ضربه بزنه که موفق نشد و حالا دراگن اسکرو از کوین اوونز بر روی کیتلی و خب نزدیک بود الان کیتلی هم به چیز مالی بیفته که نشد هم چیزی. خب ببینیم حالا اینجا چیکار میکنه کیتلی یه لگ سویپ و حالا اینجا یه مونسال از کیتلی بر روی کوین اوونز بنده خدا پرس شد. میدونین که دیگه یه همچین وزنی روی یه همچین وزنی بپره خیلیه خیلی شخمی تره تا اونی که بخواد رو سبکش بپره. خب اینجا حالا یه ضربه فورام نثار کوین اوونز میکنه کیتلی میکشدش اینجا به وسط رینگ. حالا میزنه اینجا تو خط کاور بشمر یک نه خیر چیزمون کرد متاسفانه نشد. دومی هم به خودش رد متاسفانه. خب ببینیم حالا در ادامه کار چیکار میکنه اینجا حالا کوین اوونز با کیتلی غلط اضافی نتونست بکنه ضربه کیک. ببینیم حالا چیکار میکنه اینجا حالا کیتلی مافنشو حرکت بزنه. خب یه بک بادی دراپ سنگین دیدیم از کوین اوونز بر روی کیتلی. دوباره اینجا بلند میکنه ضربه کیک و اینم یه ضربه پانچ سنگین. بله دیگه حرکات تکرار کلا ما زیاد خواهیم دید در این مسابقه. خب دوباره حالا اینجا بلند یه ضربه کیک
بریم در ادامه کار چیکار میکنه. دوباره باز حالا فیشرمن باسته از کوین اوونز بر روی کیتلی و خوب اینجا حالا ضربات هد پشت سر هم به گل به خودی بگیم بهتره. آره دیگه بر روی کف زمین میزنه بر روی کیتلی کوین اوونز و خوب اینجا ببینید چیکار میکنه. خوب یک کلوز لاین هم اینجا میذاره نثار آقای کیتلی میکنه. کوین اوونز دوباره بلند یه ضربه کیک ببینیم حالا چیکار میکنه. اینجا حالا کوین اوونز با کیتلی و خوب پام هندل نک بریکر از کوین اوونز بر روی کیتلی. خوب یکی از حرکات شوخیشو میزنه حالا اینجا کاور میکنه کوین اوونز. یک دو و نه تسلیم نیست شبانه اینجا حالا کیتلی تسلیم نی. خب حال ببینیم اینجا کیتلی چیکار میکنه. خب باز دوباره اینجا ضربه فوران و حالا اینجا یک لوزن سنگین دیگه از کوین اوونز بر روی کیتلی. خب اینجا آماده میشه که کار کیتلی رو تموم کنه. کوین اوونز ضربه کیک استانر از کوین اوونز بر روی کیتلی. خب حالا اینجا کاور میکنه ببینیم مافهم شه. یک دو و نه هولیگا تسلیم نیستش دوباره تسلیم نمیشه اینجا حالا کیتلی. وای دادم جانان هی نه استانه رو تونست اینجا به قولی رو گفتن یه عروش بلند بشه. خیلیه به قرار خیلی حرکت شوخ می بود. و خب حالا اینجا وارد رینگ میشه دوباره کیتلی. ببینیم در ادامه کار چیکار میکنه. اینجا حالا با کوین اوونز دو لیمیت لسپان کیتلی. خب حالا اینجا میندازه بالا کیتلی کوین اوونز رو با اسپیریت بام از کیتلی بر روی کوین اوونز کاور. یک دو و سه بله قهرمان کمرمند یونایتد استیتس هم تونست از عنوان قهرمانی خودش دفاع بکنه در مانی این ده بنک یونیورسال مود. بله کیتلی هم تونست کمرمند خودش در مانی ده بنک مقابل کوین اوونز دفاع بکنه. و خوب هولی گاد حالا اینجا آلستر بلک از پشت حمله میکنه به کیتلی. بله آلستر بلک هم بالاخره خودش رو نشون میده در مانی این ده بنک. بله خوب حالا اینجا حمله ور میشه به سمت کیتلی آلستر بلک و خوب ببینیم حالا اینجا بخواد چیکار کنه با کیتلی آلستر بلک. و خوب حالا اینجا بلک مست از آلستر بلک به کیتلی. بله اینم از اعلام حضور آلستر بلک در مانی این ده بنک برای کیتلی. نخی از همین لحظه حریف بعدی کیتلی هم مشخص شد. خب دوستان میریم سراغ مسابقه بعدی. مسابقه بر سر عنوان قهرمانی اینترکانتیننتال چمپیونشیپ بین دو تا از هیولاهای کمپانی یعنی لارس سالیوان و د مانستر آف مومن برانس رومن قهرمان کمربند اینترکانتیننتال که در رسلمینیا بد جوری زد لارس سالیوانو چیز کرد دیگه خودتون میدونین دیگه. بعد حالا حتما دیده باشین رسلمینیا رو تا به قولی رو گفتنی بفهمین من دارم در مورد چی حرف میزنم. Frame that'll block out the sun itself. A
Imagine waking up to that sight. The symphony of destruction resumes. I would do anything not to get stuck inside the ring with Braun Strowman. Oh, Byron, I would pay all of my bank account to watch you get these hands. What? I want to hear you. Hey, Michael, remember that time he threw you around? Yeah, Byron, because I'm a man and I stand up for myself. I don't run away and hide in the locker room like a little girl. I remember things slightly differently. I was there too, but someone is going to get these hands. Introducing the challenger from the Rocky Mountains, weighing in at 303 pounds, Lars Sullivan! And introducing the champion, weighing in at 385 pounds, he is the The champion has no intention on tonight being their final night with the title. و خب میریم که شروع کنیم. هیولا در مقابل هیولا. و خب بله زنگ شروع مسابقه هم اینجا میخوره و ببینیم حالا چیکار میکنن در مقابل هم دیگه. خب اینجا حالا یه ضربه پانچ از برانس رومن به لارس سالیوان و خب یه سوبلکس ساز از برانس رومن بر روی لارس سالیوان. هولی گاد، همین عدس الکلی قدرتشو قشنگ به رخ لارس سالیوان کشید. استرومن خب کاور نخه جواب نداد اینجا کاورش بر روی لارس سالیوان و خوب اوی دادم جانان، ای چه فلپجکی، نه چه شخمی بود ناموس حرکتش. خب اینجا حالا ضربه تو پانچ وای سرم و خب اینم حالا انزولاری از لارس سالیوان، نه قشنگ قدرت های همدیگه رو به رخ همدیگه کشیدن، هنو بازی شروع نشده. لارس سالیوان و برانس رومن و خب اینجا حالا ضربه بکلبو از استرومن به لارس سالیوان، ببینیم در ادامه کار چه میکنه. خب اینجا حالا ضربه پانچ بعدی و حالا یه بیلترو از برانس رومن بر روی لارس سالیوان و خب اینجا حالا ضربه پانچ و بعد یه ضربه نی تو شکم و ببینیم حالا در ادامه کار چه میکنه. اسپاین باستر از برانس رومن، خب حالا اینجا کاور میکنه یک و نه خیر تسلیم نیستش حالا اینجا لارس سالیوان. ددم جانا مسابقه فوق العاده طوفانی شروع شد بین این دوتا هیولای اسمکدان. خب اینجا حالا یه دونه گذاشت لابینه به قول گفتنی برانس رومن لارس سالیوان و حالا ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا لارس سالیوان و خب تولنبای پویسترن به پیشونی کچله هجاقام و برانس رومن. خب ببینیم در ادامه کار چه میکنه The Freak لارس سالیوان، کسی که به قول گفتنی یکی از هیولاهای شو اسمکدان در کنار برانس رومن و یه به اصطلاح میشه گفت تا حدی قهرمان مناسبی هم بود برای شو اسمکدان دیگه، خودتون دیدین دیگه قبلا که قهرمانی کارمنده اینترکانتیننتال بود. خب اینجا حالا دوباره کاور میکنه استرومن یک و بازم نه. خب منطقی میباشد دی جون، چرا باید قول تشنی به اسم لارس سالیوان اینجوری تصمیم بشه بفرما خواهی کرد رفت از رین بیرون بزن آقا جلو نمیخوام ببینم این تیکه رو. خب حالا دوباره برمیگرده بریم اینجا حالا برانس رومن ببینیم در ادامه کار چه میکنه اینجا با لارس سالیوان. ضربه پانچ حالا به شیشونی کچله لارس سالیوان، یه دونم کشید اینجا تو روداش و خب یه دراپ کیک سنگین هم حالا میره توی تخت سینه آقای لارس سالیوان. برانس رومن دوباره اینجا حالا بلندش میکنه ضربه کیک بدل و خب حالا اینجا میگیرتش کامل استرومن رو بلند میکنه اسپاین باستر از لارس سالیوان بر روی برانس رومن. حالا اینجا میگیره دوباره
راست رومن روز بعد اینجا حالا یه دبل چوک بام میزنه بر روی راست رومن هالنج کاور یک و نه خیر باز دوباره تسلیم نیستش قهرمان کارمنده اینترکانتیننتال ده ماستر آف مومن راست رومن و خوب اینجا حالا یه کلوز راین از رومن یه جا خالی بریم در ادامه کار چه میکنه بک بادی دراپ بر روی لارس زالیوان و خوب حالا یه اسپاین باستر دیگه هم حالا اینجا نثار لارس زالیوان میکنه راست رومن کاور یک دو و نه تسلیم نیستش دوباره اینجا حالا لارس سالیوان بله ببینیم مسابقه بین این دو قولتشن که انقدر فوق‌العاده است چجوری قراره تموم باشه در مان این دبنگ یونیورسال مود خب جالب ببینیم چیکار میکنه در ادامه کار لارس سالیوان و یا ابوالفضل نخی این قصد نیات شومتری داره مثل اینکه تو ذهن خودش لارس سالیوان یا ابوالفضل بله دیگه اینجا شاهده به چوخ رفتن برانس رومن بودیم شینگ به چوخ رفت آقا شینگ خوب اینجا حالا ترتیب لارس سالیوانو میده برانس رومن ببینیم حالا در ادامه کار چیکار میکنه خب حالا اینجا بلند میکنه لارس سالیوانو یا کوزاکا کاتر از برانس رومن بر روی لارس سالیوان ددم جانان یعنی قشنگ همدیگه رو پکوندن تو این مسابقه اس رومن و لارس سالیوان خوب اینجا از روی این بنده خدا رد میشه و دل رودش از تو هر دو ناحیه زد بیرون یعنی هم بالا هم پایین خب اینجا حالا سوسکی بلندش میکنه ببینیم حالا چیکار میکنه اینجا حالا برانس رومن با لارس سالیوان ریه چست پانچ از برانس رومن بر روی لارس سالیوان دادم جان یعنی قشنگ بنده خدا رو به چوخ داد حالا ببینیم اینجا چیکار میکنه برانس رومن میگیره حالا لارس سالیوان رو و خب یه چوک سم برعکس میزنه بر روی لارس سالیوان برانس رومن کاور یک دو و سه بله کار برانس رومن تموم میشه در این مسابقه با لارس سالیوان بله هیولا در مقابل هیولا که میگفتم همین بود مسابقه بی نظیر فوق العاده و اصلا نمیتونم توصیفش کنم براتون امیدوارم شما هم ازش لذت برده باشین همین فقط خب بچه ها این ویدیو هم به اتمام رسید مرسی از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودین این ویدیو رو تماشا کردید لطفا اگه از دیدن این ویدیو لذت بردین حتما حتما لایک کنین کامنتی چیزی دارین بذارین و در ضمن سابسکرایب کردن چنلم اصلا فراموشتون نشه مرسی از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودین روز روزگارتون خوش تا ویدیوی بعدی پیس اوت